شما رو دعوت میکنم به کلبه قصه، جایی که قراره با همدیگه کلی چیزای جدید یاد بگیریم در مورد خداوندمون و کتاب مقدس. سلام سلام و صد تا سلام، هزاران سلام به تک تک شما عزیزانم هر جایی که هستید. امیدوارم خوب باشید و سلامت باشید و منتظر باشید که برنامه امروزم با هم دیگه شروع کنیم. چقدر خوشحال هستم که با هم دیگه میتونیم قصه هایی بخونیم که در مورد خداوند بیشتر و بیشتر یاد میگیریم. پس اگه موافق هستید داستان امروزمون رو با هم دیگه شروع کنیم. داستانی داریم امروز در مورد آدم، یه پسر جوان که در یه خانواده نوازنده به دنیا آمده بود. پدر آدم خیلی خیلی سازهای مختلفی میزد و عاشق این بود که وقتی بیدار میشه بره توی پذیرایی و یه سازی رو بزنه. این ساز رنگش قهوه‌ای بود، این ساز شبیه قوطی بود و کلیدایی داشت روش سفید و مشکی. مطمئن هستم که همه شما بچه ها تا حالا هستید که در مورد کدوم ساز دارم صحبت میکنم. بله بچه ها، درسته، ساز پیانو رو. پس بریم با هم دیگه ببینیم که داستان امروزمون چی میخواد بهمون یاد بده. هر روز صبح پدر او وقتی از خواب بیدار میشد موزیک مینواخت و میشست توی پذیرایی و پیانو مینواخت. هر روز آدم با موزیک از خواب بیدار میشد و وقتی چشماشو باز میکرد، چشمای کوچولوشو باز میکرد، با انقدر خوشحالی و با یه لبخند خیلی بزرگ میگفت امروز یه روز زیبا، به یه موسیقی زیبا بیدار شدم. آدم از تخت به بغل پدرش میپرید و کنارش میشست و به این ملودی تازه گوش میکرد و میگفت موسیقی خیلی زیبا هست و منم میخوام مثل تو بشم پدر. من میخوام مثل تو یه نوازنده خیلی خوبی باشم. پدرش گفت تو هنوز جوان هستی و تو هنوز کوچیک هستی و دستان تو به این کلیدای پیانو نمیرسن. آدم اما گفتش که اما من تو رو خیلی دوست دارم، موزیک هم خیلی دوست دارم. من میخوام مثل تو استعداد داشته باشم و بتونم موسیقی بزنم. پدرش گفت آدم من هم تو رو خیلی دوست دارم، تو هنوز باید یکم بیشتر بزرگ بشی که بتونی سازهایی که بزرگتر هستن رو بزنی. آدم گفت پس به من یاد بده دیگه، یعنی من نمیتونم مثل تو بزنم؟ آره. پدرش گفت بله تو میتونی بزنی اما وقتی بزرگتر شدی، اما الان میخوایم یه ساز کوچک رو مثل خودت بد یاد بدم. آدم گفت کدوم ساز؟ پدرش گفتش بیا با هم بریم بد نشون بدم. پدرش او رو برد داخل یه اتاق که پر از انواع سازها بودش. پدرش بهش گفت چشمات رو باید ببندیم و الان بازشون کن. آدم وقتی چشمش رو باز کرد گفت وای این چیه دیگه بابا؟ پدرش گفت اینها سازهای موسیقی هستن. ویولون صدای خیلی قشنگی و آرومی داره که روحت را شاد میکنه. آدم گفت این چیه؟ خواهر بزرگشه؟ پدرش گفت این گیتار هستش که صداش فرق میکنه. پدرش به آدم همه سازها رو نشون داد و از اونا یکم بازی کرد که به آدم نشون بده که چه ملودی هر سازی داره. آدم خیلی خوشحال بود ولی نمیدونست که کدوم رو انتخاب کنه. آدم گفتش پدر شما خوب مینوازید اما من که نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم. پدرش گفت چرا گیج شدی آدم؟ آدم پاسخ داد و گفتش همه اینها خیلی قشنگ هستن، آنها خیلی بزرگ هستن، من احساس میکنم که نمیتونم آنها را دستم نگه دارم، میشه که شما برای من یه سازی انتخاب کنین؟ پدر آدم میدونست که او هنوز کوچیک هستش و برای همین یه
یه چیزی بعد براش پیدا میکرد که براش راحت باشه. پدرش گفت چشمات رو باز کن که ببینی کدوم ساز رو برات انتخاب کردم. آدم چشم رو باز میکنه و میگه این چیه؟ آدم وقتی چشماش رو باز کرد و یه فلوت در دستش دید اخم کرد و غمگین شد و به ناراحتی گفت اما پدر، تو این همه سازهای زیبایی اینجا داریم که صداهای خیلی قشنگی دارن و تو این تکیه چوب کوچک را به من میدی که خراب هستش و سوراخ داره روش؟ نه، من یه ساز بزرگ میخوام. من بزرگترین و بهترین ساز رو میخوام. پدر کمی سکوت کرد و گفت این ساز اولین ساز من بود و اسمش فلوت هست. این برای من خیلی خاص هست آدم. این سوراخ‌هایی که داره واسه این هستش که صدای قشنگی، ملودی قشنگی داشته باشه. گفتش بهش نگاه کن چه صدای قشنگی داره. آدم دست بر نداشت و گفتش من نگاه نمی کنم. من اینو اصلا نمی خوام. من عصبانی هستم و هیچی از تو نمی خوام. آدم فلوت رو به زمین انداخت و آن شکست. آدم گفت من میرم اتاقم و نمیخوام کسی منو اذیت کند. آدم رفت اتاق خودش و غمگین بود. پدرش هم یکم ناراحت بود و به خودش گفت چرا آدم این کارو کرد؟ مگه او نمیدونه که من دوستش دارم؟ آدم هم روی تختش دراز کشیده بود و در حالی که گریه میکرد میگفت چرا این کار رو با من کردش؟ من یه ساز بزرگ میخواستم که صدای بلند داشته باشه. برای خودم میخوام. پدرش اما به خودش میگفت من بهترین ها رو براش میخوام. من بهترین ساز رو برای او انتخاب کردم. او پسر منه. همونطور که من با فلوت شروع کردم میخواستم که آدمم مثل من با فلوت شروع کنه. آدم به خودش میگفت که پدرش میخواد که فلوت رو که کثیف بود و شکسته بود به او بده. او میخواد که سازهای زیبا رو برای خودش نگهداره و به من سازهایی که خراب هستن بده. من سازهای بزرگ رو میخوام. پدرش میگفت میخوام با فلوت شروع کنه و بعد بیشتر یاد بگیره. آدم میگفت من یه پیانوی بزرگ میخوام. پدرش فلوت کوچیک. آدم پیانوی بزرگ. پدرش فلوت کوچیک. من میدونم که کدوم برای تو بهتر هست. من دوستت دارم. آدم من هیچ کس رو دوست ندارم. ها ها. و آدم خوابید چون خیلی خیلی غمگین بود و گریه کرده بود و پدرش هم غمگین بود. آدم خوابید و خیلی غمگین بود وقتی خوابیدش و یه خواب خیلی عجیبی دیدش. او در خواب دید که وارد اتاق پدرش شده و فلوت را روی زمین بودش و شکسته بود، همونطور که انداخته بود، اما پدرش اونجا نبودش. آدم سعی کرد که سازهای دیگر را بزنه اما آنها سنگین بودند و نمیتونست آنها را تکون بده. سعی خودش رو میکرد که پیانو بزنه، ویولون بزنه، اما صدای هیچ کدوم در نمی اومد. سازها دور او بودن اما هیچ کدومشون از سازها صدای در نمی آورد. آدم وقتی بیدار شد فلوت را برداشت و گفت چطور اینجا اومدی؟ تو که شکسته بودی توی اتاق افتاده بودی. پدرش صدای او را شنید و فهمید که ترسیده و زود رفتش به اتاق. آدم گفت بابا. پدرش گفت نمیخوام چیزی بگی. من میفهمم که تو چه احساسی داری. میدونم که فکر میکنی که من کاری میکنم که تو دوست نداری. اما باور کن که من مطمئن هستم که فلوت برای تو بهتره. من خیلی تو را دوست دارم. آدم گفت متاسفم بابا. من پدرش گفت نگو آدم. میدونم که من رو دوست داری. من به خاطر این برای تو میخوام که این فلوت رو یاد بگیری. من بهترین ها رو برای پسرم میخوام.
آدم محکم پدرش را بغل کرد و یاد گرفت که فلوت بزنه و با آواش موسیقی بزنن. خب بچه ها، این از قصه امروزمون در مورد آدم. چی یاد میگیریم تو این قصه؟ خب معلومه، تو این قصه ما هم یاد بگیریم که ما هم یه پدر آسمونی داریم، مگه نه؟ ما هم مادر پدر داریم. اونا بهترین رو برای ما میخوان. خداوند بهترین رو برای فرزندانش، همونطور که مادر پدر ما میخوان، اونم بهترین رو برای ما میخواد. بعضی وقتا شاید دعا کنیم و از خداوند یه چیزایی بخوایم. شاید این چیزایی که میخوایم هنوز وقتش نیست که به ما داده شود، یا شاید خیلی بزرگ هستن که به ما داده شود، مثل همین آدم تو قصه ما که یه ساز بزرگی میخواست، اما آدم هنوز کوچولو بود، یعنی سازهای دیگه از خود آدم هم بزرگتر بودن. پس ما هم یاد میگیریم که خداوند بعضی وقتا شاید به ما نده، اما همیشه به حرفامون گوش میکنه. خداوند بهترینا رو به ما میده. شاید ما چیزی بخوایم که هنوز برای ما خوب نباشه، به خاطر همین اون به ما یه چیز دیگه میده که میدونه برای ما مفید هستش و ما میتونیم لازم ازش استفاده کنیم، لازم ما هستش. پس یادتون نره که همیشه دعا کنید و در دعاهاتون از خداوند تشکر کنید به هر چیزی که بهتون میده و از خداوند همیشه بخواین چیزایی که دوست دارید رو بهتون بده. اون میشنوه و انجام میده. پس بریم با هم دیگه بریم دعا کنیم و از خداوند تشکر کنیم برای همه برکتایی که بهمون داده، برای مادر پدری که بهمون داده که بهترینا رو برای فرزندانشون میخواد. پس بیاین بریم در دعا. خداوندا پدر آسمانی، ازت ممنون هستم برای هر برکتی که بهم هر روز زندگی میدی. ازت ممنون هستم که بهم بچه‌ها که در خانه هستن و به من دادی که باشون قصه های یاد بگیریم که در مورد تو بیشتر و بیشتر میتونیم یاد بگیریم. خداوندا پدر آسمونیمون، ازت ممنون هستیم که بهمون یه مادر پدر مهربونی دادی، بهمون خانواده مهربونی دادی که میدونیم که خانوادهمون قشنگ مثل تو بهترینا برای ماها که فرزندانشون هستن میخوان. خداوندا مرسی که بابای خوبی هستی برای ما فرزندان در زمین. مرسی که به حرفامون گوش میکنی. مرسی که حرف دلمون رو میشنوی و لازم نیست ما چیزی بگیم، چون که تو همه چی رو میدونی. ازت ممنون هستیم برای برکتا که دادی و خواهی داد به ما. خداوند عاشقت هستیم و خیلی خیلی ازت ممنونیم که همیشه از ما مراقبت میکنی. در نام عیسی مسیح آمین. مرسی بچه که امروزم با ما همراه بودید. مرسی که امروزم اومدید که یه قصه دیگه با هم دیگه یاد بگیریم. اگه دوست دارید قصه های بیشتری یاد بگیریم با هم دیگه، اگه دوست دارید در مورد خداوند بیشتر و بیشتر یاد بگیرید، حتما حتما برنامه های دیگه مون رو هم تماشا کنید که قصه های بیشتری یاد میگیریم و از خداوند همیشه بهش بگید چقدر عاشقش هستید. پس تا برنامه دیگه و یه داستان دیگه شما رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.